سلام بچه‌ها، من میتونم به کانال یوتیوب ایپلاب خیلی خوش اومدین. اومدم با اخبار آموزشی جدید رپ فارسی بریم که داشته باشیم. اول این نباشی، این چند روز رپ فورس برمیگرده به دعوا و درگیری بین جاستینا و زیر تونی وانجی. از کجا شروع شد؟ جاستینا اومد توی اینستاگرام یه استوری زد، نوشت خدا رو شکر اینترنت هست و وقایع رو ثبت میکنه، وگرنه احتمالا نه تنها استیج رفتنشون میشد اولین بار، بلکه ادعا میکردن اصلا اولین رپر دخترن. قبل ادعا تحقیق کنید عزیزان. که اومد این استوری رو زد خطاب به زیر تونی وانجی. زیر تونی وانجی چند ساعت بعد اومد واکنش نشون داد، دو تا استوری زد. استوری اول اومد چتش رو با جاستینا رو کرد و اسکرینش رو گذاشت که مشخص میشه جاستینا قبلا به زیر تونی وانجی پیشنهاد همکاری داده و زیر تونی وانجی پیچونده و همکاری نکرده، و بعد از این استوری اومد یه ویدیو گذاشت و یه جورای جاستینا رو کلا دیس کرد. بریم ما ببینیم که چی گفت. جاستینا جون عزیزم، من به در نمیگم دیوار بشنوه، من مستقیم میششم رو دیوار. فیومینگ تو میدونم فکر کنم واسه چیه، واسه اینکه به من پیام دادی و من پیچوندمت، نمیخواستم باهات کار کنم. و تنها چیزی که میتونم بهت بگم اینه که تو هم که پایستا بودی وقتی من میومدم با کاریزما رو بیت، کاری که نکردی بعد چند سال من تو یک سال کردم با 6 تا موزیک. خبر بعدی، علی سورنا اومد توی اینستاگرام یه عکس جدید از خودش پست کرد که این عکس الان 48 ساعت گذشته 400 هزار تا لایک خورده، 60 هزار تا هم کامنت داشته. فوق‌العاده محبوبه، فوق‌العاده آمارش عجیبه. خیلی جالبه که اومدن کفش علی سورنا رو در آوردن که اسکیچرز و 45 دلار قیمتشه. ممنونتون میشم که همین الان ویدیو رو لایک کنید. آلبوم دام از چرسی منتشر شد، آلبوم الپی بود، خیلی رپ‌ها توش بودن، رضا صادقی خواننده پاپ مجاز کشورم توش بود. یاشیه باحالم داشت این آلبوم. همون شب پخش آلبوم چرسی از دوست دخترش خواستگاری کرد، استوری هم گذاشتن و دوست دخترش هم اوکی داد و با هم ازدواج کردن. مبارکتون باشه. خبر بعدی، یه خانم توی اینستاگرام پوریا پوتا یه کامنت گذاشت، گفت آقا اگه لباسی چیزی دارین من نمیخواین و استفاده نمیکنین بفرستین برای من بدم، بچه‌ام لباس ندارم. پوریا پوتا گمان ریپلای زد، نوشت لطفاً دایرکتتون رو چک کنید و میخواد به این خانم کمک کنه. خوبه که خوبیه آرتیست هم بگی. خبر بعدی، آلبوم اشتباه خوب از بهرام نورایی روی سانکلاد پابلیک شد. این آلبوم کلا یکی دو سال بیشتر روی سانکلاد نبود. بعد مهدیار آقاجانی آهنگساز این آلبوم با خود بهرام به اختلاف خوردن، کپی رایت و داستان ماستان، کلا آلبوم روی سانکلاد حذف شد. آلبوم دوباره اومده روی سانکلاد و مثل اینکه بهرام و مهدیار رابطهشون خوب شده. ایشی رو که دارین میبینین متهم شده به در ارتباط بودن با پرونده قتل توپاک. جریان چیه؟ این اومده توی خاطرات جدیدش، توی مصاحبه‌های جدیدش اعتراف کرده که آقا 27 سال پیش که توپاک کشته شد من توی همون ماشینی بودم که از اون ماشین به توپاک تیراندازی شد. حالا من رفتم تحقیق کردم، این آقا دایی شخصیه که مستقیما به توپاک شلیک کرد و توپاک مرد، که اون شخص هم یکی دو سال بعد تو خود آمریکا گنگستر ها حسابش رو رسیدن و کشته شد. ولی این آقا که دایی اون شخصه الان متهم شده، زندانی شده، دادگاهیش کردن. ولی خب من نمیدونم والا چه کمکی میکنه به زنده شدن توپاک، اتفاقی نمیفته. حالا بعد 27 سال یکی رو پیدا کرد. 11 سال پیش چنین روزی موزیک من اگه تو نباشی از هیچکس منتشر شد و 3 سال پیش چنین روزی موزیک دردسر از کچی بیس و لیتو. چند تا خبر کوتاه بهتون بدم و ویدیو رو تموم کنیم. علیرضا جی جی اومده جدیدن توی ویدیویی گفته که اگه پوتک میخواد با تراویس اسکات فیت بده باید یه رقمی بین 300 تا 500 هزار دلار هزینه کنه. موزیک جدید پوتک و خلصه به زودی منتشر میشه. نوید صدر لیبل دیوارم اومد گفتن آلبوم جدیدم استارت زدم به زودی میاد. تهمم اومد گفتش که آلبوم شب کرده از من به زودی منتشر میشه. و در آخر آلبوم خورشید از ارفان پایدارم به زودی منتشر میشه. خب بچه ها، دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید. حتما ویدیو رو لایک کنید، کانالم ساب داشته باشید، نظرتون رو کامنت بذارید. بریم تا ویدیوی بعدی. مخلصم فعلا.